در وضعیت فعلی دنیا هموطن، ما یک بوزینه ای رو داریم به اسم عطاءالله مهاجرانی. این بوزینه پولهای شما رو دزدیده، رفته در لندن یک خونه خریده 3 میلیون پوند. 3 میلیون پوند، حالا این یکیشه که رو شده، خدا میدونه چند تا دیگه هم داره. از اونجا میشینه توییت میزنه امام خمینی این زیرو زد: حضرت آقای خامنه‌ای یک نقطه خاک سیاه که هیچی خاکستری تو زندگیش نیست. از اون ور میگه که سلمان رشدی رو باید کشت و این مرتد هست و کتاب نوشت و این عطاءالله مهاجرانی. خب مردی که اگر که این خارج کشور بد هست و اینها و اینقدر جمهوری اسلامی ثمرات داره، چرا گورتو گم نمی کنی تو همون کشوری که در دست آخوند هست زندگی کنی؟ حتما باید در بالا شهر لندن بشینی و در خانه 3 میلیون پوندی. یه عده از عزیزان رفته بودن دم خونش یقش کرده بودن. این رو، این فیلم رو نگاه کنیم با هم دیگه و بازگردیم. طرف نوشتن هستید، نویسنده هستید، یه نویسنده باید خیلی راحت با مردم گفتگو کنید. به همین خاطر از شما میخوام تشریف بیارید بیرون، یه دو تا کلمه با ما صحبت کنید. ما راه دوری رو اومدیم، سعیم کردیم یه زمانی بیام که شما تشریف داشته باشید منزل، و مطمئنن هستید چون دوستان دیده بودن که شما منزل هستید. پس تشریف بیارید بیرون تو سوال جواب بدید، و اگر نیاین، و البته که خب منطقه‌ای که شما انتخاب کردین برای زندگیتون کاملا مشخصه. مردم ایران، ایشون تشریف آورده انگلیس. اولا که ایشون اگر فکر میکنه که عقایدشون مناسبه و حقیقت خوب هستن، نتیجه عقاید و افکارشون داره تو ایران اجرا میشه. چرا ایشون تو همون ایران نموندن و از اون فضای مناسب و دلپذیری که با عقایدشون درست کردن زندگی نمیکنن؟ ایشون تشریف آوردن سالها در انگلستان، مدام در بی بی سی پرشین دارن صحبت میکنن، اونم یه طرفه. از قدیم گفتن که یه طرفه به قاضی رفتن خوشوندم آدم برمیگرده. حالا حکایت ایشون کرده. بعدم از جهت منزلی که گرفتن، لندن منطقه بزرگیه ولی خیلی از قسمتاش ایرانی های بسیاری وجود دارن، اما ایشون اومده منطقه رو انتخاب کرده که در واقع حومه شهر لندنه، طوری که کسی اصلا به ایشون دسترسی پیدا نکنه. این منزلشون هم که میبینید چه درندشت و بسیار فضای زیبا و دلانگیز، و این نتیجه افکار پوسیده و خرافی ایشونه. متاسفانه این خونه به این بزرگی که قیمت بسیار سنگینی هم داره و به طور حتم از پول مردم بیچاره ایران تهیه شده. همسایه تروریست داری مشکل نداری؟ میدونم شما این ساعت میخوابی؟ خب همسایه تروریست رو سابورت میکنم مشکل نداری؟ مردم ایران هم میخواه استراحت کنم. مردم ایران هم میخواه استراحت کنم. نه وقتی داشت زنگ بزن پلیس. حالا این وسط یه ریقو هم مهاجرانی گفته بلند شو برو بیرون و بگو که من اومدم از سر کار، یه ایرانی دیگه هستم اون ور خونه دارم، و بگو که از سر کار اومدم میخوام استراحت کنم. استراحت شماهایی که تو این محله هستید، اگر این عطاءالله همسایتون هست باید ننگتون باشه. حالا نگاهی بکنیم به این گوشه ای از کتابی که عطاءالله مهاجرانی نوشته. ببینید هموطن، شمایی که تو انگلستان هستی، توی خارج کشور هستی، برای مردم داخل نمیخواد نسخه به پیچی، آقا خاک بر سرتون، نشستید و هیچ کاری نمیکنید. شما اگر راست میگید باید بلند شید و بر ضد این عطاءالله مهاجرانی حرکتی، یک چیزی بالاخره باید بفهمه. این قسمتی از کتاب نقد توطئه آیات شیطانی هست. میگوید که از نظر فقهی مذاهب مختلف اسلامی، سلمان رشدی با توجه به اقرار آشکارش در کتاب لبخند به یوز پلنگ که خود را کافر خوانده است، و با توجه به اهانت و استهزاء باورهای مسلمانان از جمله اعتقاد به خداوند متعال و قرآن مجید و پیامبر اسلام و ابراهیم خلیل و اسماعیل و عیسی و مسیح و جبرئیل و احکام اسلام و نیز یاران پیامبر مانند سلمان و بلال و زنان پیامبر، مرتد و سب رسول الله، یعنی سب کننده و دشنامگوی نسبت به پیامبر اسلام و قرآن است. او در خانواده مسلمان متولد شده، اهانت ها و استهزا و حتی که او از روی قصد و اختیار صورت گرفته است، و سلمان رشدی بالغ و عاقل است، یعنی دیوانه نیست،
با توجه به آنچه گفته شد او مرتد فطری است و سزا و جزای مرتد فطری بالاخص سب و رسول الله اعدام است. یعنی ایشون از اعدام سلمان رشدی و کشتن سلمان رشدی علناً حمایت کرده، یعنی ایشون از ترور حمایت کرده، ایشون یک تروریست هست هموطن. حالا چجوری شما یک تروریست رو در بین خودتون تحمل میکنید؟ کسی که 24 ساعت در تلویزیون بی بی سی فارسی برا آخون مالکشی و دستمال یزدی میکشه، نباید برید برای مردم داخل نسخه بید. همه باید بسیج بشن، این رو نذارنم فرار کنه مثل اون حمید نوری. راهشو ببندن اول تو فرودگاه، بعد دستگیرش کنن، به دست پلیس و قانون بسپارن. البته که دولت انگلستان و این قبیل دولت ها اینها رو تو آب نمک میخوابونن اینها، ولی بالاخره یه سیستم قضایی مستقلی هم تو بعضی از این کشورها هست، یک فشارهایی میشه آورد. اینجا بسیار آشکار و واضح و مبرهن در حال دفاع از اعدام هست، در حال دفاع از ترور هست. پس چه باید کرد؟ باید این فردی که دفاع میکنه از تروریسم ضد ترور سپرده بشه. یه خبری هم داشتیم که گویا این کار داره انجام میشه، شکایت از عطاالله مهاجرانی به پلیس ضد تروریسم. خیلی ایران خوب بوده، خیلی آخوند خوب بوده، خامنه ای نقطه سیاه ندم تو، پس برای چی گورتو گم کردی اومدی توی انگلستان داری زندگی میکنی؟ اینا یک حرومزاده های دوگان سوز موزی هستن هموطنان که نظیر نداره. اگه شما امروز بدبخت هستید، اینها این گروه اصلاح طلب به اصطلاح نقششون خیلی پر رنگ تره. اینها از این ور میان سر مردم رو میبره، از اون ور میان لبخند میزنند و جست روشن فکری هم میگیرند و خودشون رو هم خوب نشون میدن. یکیشون این هست، یکیشون اون گنجی از این موش کثیف حرومزاده کور، این یکی از مسببین بدبختی شماست. این نباید بذارید از انگلستان فرار کنه و باید این دستگیر بشه و به سزای عملش برسه، چون که اینها خون ملت ایران رو اول تو شیشه کردن و این بدبختی رو به ارمغان آوردن، خودشون اشغالشون رو گذاشتن تو خارج کشور. یعنی تمام زندگیشون و پولهای مردم هم دزدیدن، تو خارج کشور هم حال میکنن، قیافه روشن فکری هم بعضن میگیرن. و دشمن اساسی همشون پرزیدنت ترامپ بود. اون زمانی که میگفتیم پرزیدنت ترامپ رو ما نیاز داریم، برای این بود، از پرزیدنت ترامپ متنفر بودن. اینا تظاهرات راه انداخته بودن تو انگلیس، این دوتا هم دویده بودند و تو تظاهرات صف اول بودن. نو تو ترامپ، نو تو وار، مثل سگ از ترامپ میترسیدند. یعنی پرزیدنت ترامپ تا زمانی که بود، اون زمان یادتون هست که دیگه اینها شب یک بار به خود ادرار میکردن دوستان، شب ادراری گرفته بودن، وحشت کرده بودن. سید علی خامنه‌ای رفته بود تو هفت تا سوراخ قایم شده بود، اون جواد سخیم کرده بودنش تو توالت سازمان ملل، نمیذاشتن بیاد بیرون، تو سر خودش میزد. این رئیسیشون به همین ترتیب، حسن روحانیشون به همون ترتیب، همشون خارج کشوریاشون که دیگه نگید. این نمونه خارج کشوری ها بود. دوران طلایی بود دوران پرزیدنت ترامپ، و این دوران هم باز خواهد گشت. این دوران پرزیدنت ترامپ بود که اینها از ترس تابلوها بلند میکردند و نو تو ترامپ، نو تو وار، و براشون کابوس بود. هر لحظه منتظر بودن بیان اینها رو بکنن تو گونی بردارن ببرن. راه فرزندانشون هم بسته بود، راه صادراتشون هم به امریکا بسته بود، و واقعا موهبتی بود پرزیدنت ترامپ، یک موهبت هم برای امریکا که وضع اقتصادی رو اونجا درست کرده بود، هم برای اپوزیسیون ملی ایران، کسانی که افکار ملی داشتن. واقعا هر روز یک کشیده با خون میزد. ما یادتون هست اون موقع شب یک دو تا برنامه داشتیم، زودتر از همه ما میدیدیم پرزیدنت ترامپ اومده دوتا کشیده زده سید علی خامنه‌ای، دوتا کشیده زده حسن روحانی، پوستشونو کنده. یه دفعه مثلا میمدیم میدید برداشت و برجام همجور آتیش زد و پاره کرد و ریخت دوره. اصلا یه کارهایی میکرد، یک چک نفت نمیگذاشت بفروشه. آخوند افتاده بود به پیسی، به آخوند افتاده بود به بدبختی. اومدن آخوندها حقه زدن، گفتن بورس بورس، که شما هموطن ساده هم رفتی کمکشون کرد. چشمان خودمون داشتیم میدیدیم که آخوندهای ساقط میشد، گفتن آی بورس و بورس بورس، بیارید پولها رو تو بورس و فلانی، رفتی یه میلیون گذاشته 10 میلیارد داره، و از این صحبتهای مهمل و مزخرف که اون موقع ما فریاد میزدیم نرید پول تو قلک آخوند، نریزید، اینا دیگه کار تمام هست، یک ضربه دیگه مونده.
یه تیپا دیگه مونده که اینها بیافتن که رفتید متاسفانه خیلی ها گوش نکردید، پول گذاشتید تو بورس آخوندی، هم خودتون متضرر شدید، هم پولتون رفت، هم آخوند موند، هم آخوند موند. وگرنه نفتشون رو که بسته بود، پتروشیمیشون رو که بسته بود، سپاهشون رو که گذاشته بود تو لیز، برجامشون رو پاره کرده بود، جواد ضخیمشون رو که تو توالت کرده بود، همه کار روی سر اینها گذاشته بود، مونده بود یک دو قدم دیگر که اینها بیفتن. دو تا تظاهرات بزرگ در زمان پرزیدنت ترامپ اتفاق افتاد. اینها تصادفی نیست، تصادفی نیست دوستان. شعار جاوید شاه، شعار روحت شاه، رضا شاهی که در زمان پرزیدنت ترامپ اومد نشون میداد که مردم هم پشتشون گرم شده بود، بالاخره مردم هم یک پشتگرمی هم میخوان. پرزیدنت ترامپ هم اومده بود میگه من از این شعاری که مردم ایران دارن میدن میک ایران گریت اگین که مثل شعار ماست استقبال میکنم. یعنی چی؟ یعنی ایران بزرگ رو بسازیم. و پشتیبانی میکرد از مردم ایران، نه آخوند. اون حسین اوبامای حرومزاده میمد مثلا عید شما مبارک، وای میسید اونجا دو ساعت برای آخوند دستمال میکشید. پرزیدنت ترامپ چیزا رو قبول داده، تیپا زده بود به همه اینها، عید شما مبارک، نمیخواد تبریک بگی به ما، تو سرت بخوره. و میومد اونجا پرزیدنت ترامپ پیام تبریکم برای عید نوروز بگه، میگه پوست آخوند رو من میکنم و پشت مردم ایرانم. همیشه تفکیک میداد این دو مورد رو. کارهای بسیار کرد. نفر دوم جمهوری اسلامی رو کتلت کرد. قاسم سلیمانی نفر دوم بود دیگه، کسی جرأت داشت؟ آقای قاسم سلیمانی رفت بالا تخت خواب جورج بوش، یک نامه داد دست جورج بوش و برگشت اومد. هیچ کی هم نفهمید چه جوری رفت اومد. همچین باد کردن باد کردن باد کردن این آدمو که یه راننده تو زمان جنگ راننده لودر بوده، خاک از این ور می‌ریخته اونور، هی باد کردن، هی باد. به یک دستور داد، به یک شب، به قول جواد ضخیم یک دست از سردار فقط باقی مونده بود دیگه. ببینید چه جوری منفجر و منهدم کرد قاسم سلیمانیشون رو. کرده بودن یک قهرمانی ساخته بودن ازش که بیا و ببین. تمام شد به یک دستور. و مسلم بدونید اگر الان پرزیدنت ترامپ مونده بود، همین شاید به الان اینجا ما نبودیم دیگه، الان تو کشورمون بودیم، آخوندم ترتیبش داده شده بود، این داستان هم تموم شده بود، دنیا رنگ صلح داشت، جنگ اوکراینی اتفاق نمیافتاد، طالبانی نمیومد تو این طالبان تو افغانستان، وضعیت این چنین نبود دوستان. گرچه عجوزه هایی مثل نانسی پلاسیده و بقیه احزاب دموکراتی که تو امریکا هستن پاپیچ ممکنه میشدن، ولی به اونجا ها نمی کشید دیگه، چون 4 سال اول رفته بود، 4 سال دوم هم چیزی برای از دست دادن نداشت، پوست همشون رو می کند با توجه به محبوبیت بزرگ که در بین امریکایی‌ها داشت. به هر روی پرزیدنت ترامپ تلاشش رو داره میکنه که برگرده و به صحنه باز خواهد گشت، این رو مطمئن باشید. و اون روز روز سختی برای آخونده. الان حالا هی دل بدن، هی قلوه بگیرن، این قسمت برجام حل شد، نت پرایس بیاد وایس اونجا زر مف بزنه، از اون طرف سخنگوی وزارت خارجه جمهوری جنایتکار اسلامی بیاد حرف یاوهی بزنه و هی به هم دیگه دل قلوه بدن، آره اینجاشو خوندیم، این خط موافقیم، اون خط مخالفیم، هی بازی هایی که 44 سال دارن اینا مذاکره میکنن. در واقع اینها یک ایران ضعیف شده، یه نابود شده رو میخوان که نفت مفتی ازش ببرن، گاز مفتی ازش ببرن، همینجوری هم تو این تحریم و تو بدبختی و بیچارگی هم بمونه. این چیزیه که خواسته این حزب دموکرات به اضافه اروپایی های گلوبالیست است. بر روی دوستان، این وضعیت هم پایان میپذیرد با یک چند تا راه داره. یکی از راه های بزرگ و مهمش خود بازگشت پرزیدنت ترامپ است.